خواهران برادران ایران گرامی، بعد از پوریم سمخه گولاه لگولاه، یعنی بعد از گولاه پوریم ما میرسیم به گولاه مصرایم. در این پرشا، پرشا تصف، تورات بشون فرمید، تصف تهرون برم نمور، زود تورات اقولا یا اولا رمکده، على مزبیخ کلا لیلا، ادا بوکر، بهش هم مزبیخ تو کد بو. حکرت باقو میفرماید به مشه ربینو که کوهنون باید تصف یعنی زریز باشن، زرنگ باشن. همینطور ما باید درباره موعد پسخ زرنگی کنیم، خودمون آماده کنیم برای گولای شب پسخ. چطور آماده میشیم؟ اول از اون برخط برکت ایلانوت میگیم. برخط ایلانوت میبینیم در زمستون همه درخت ها خوابیدن، بیدار میشن، برگا در میاد، شکوفه در میاد، روی گلهای درخت میوهی دو تا درخت اقلن برخا میگیم. اشه برا بریو تو بود بیلانو تو بود لحنود باید بینه آدم بهتره برن تو صحرا اگر میشه. و این شکوفا که میبینیم ما مثل تکیتمتی میمونه، تیکون بزرگی که اقلا ده برخا میرن خارج شهر بهتره، ولی تو شهرم میشه برخا رو گفت. این درخت ها باید درخت میوه باشه حتما، نه درخت های نامیوه. اینه که ما برخا میگیم کفالا ببندیم برای نشاماتی، نشاماتی هستن که در داخل درخت، بعد از درخت میرن توی حیوانات میخورن، از این درخت میره، بعد گوشتی که برخا میگن عرش خیتا، ربین و علی میفرماید این گوشتی که آدم میخوره به برخا میگه داخل بدنش میشه، بعد این نشاما میاد توی این آدم و آدم توی آدم و باعث میشه که این تکون بگیره، یعنی اون نشامایی که اگر خطاکار بوده تعمیر میشه. برای خاطر خودش نیسان این وقتی است که نشاماتی هستن تو گلا میوه ها، در میوه ها داخل میشن و برای خاطر میگیم اینا تکون میگیرن، برای خاطر صدقه میدن برای نشامات، بعد کدیش میگن. بهتره برد خارج شهر، ولی در داخل شهر هم میشه. بانوها میتونن این برخ را بگن، چون این برخایی است که برای همگی است، هم زنه هم مرده. و خودم وعده کنید هر نوع خامسی که در خونه است، از آرد یا گندم یا جو یا کرکر، بیسکویتیم، آبجو، ویسکی، اینا را تا عصر پسخ برطرف کنیم، استفاده کنیم، در خونه نمونه. بهتر هیچ خامسی در خانه نمونه. ولی اگر احتمالا خامه سیمون تو خونه باید بفروشن به وسیله راب کنیسا، به مکانی که هستیم این راب میفروشن به گویما، ولی مثل این که تعلق میگیره تا بعد از پسخ فروخته میشه. بعد از پسخ اگر این گویم اون قبلا پولی که باید بیاره نیورده، همه خامه سا بعد از پسخ برمیگرده به ما. لوینا لخا سعور، یعنی فایده نداره که آدم خامتی که نفخته بذاره تو حیات بخور گو لخا. هر جایی خامتی تو باشه، تو صاحبش هستی، حتی بگوی ندی نگه داره برات تو خونش، فایده نداره. باید بهش بفروشی. وقت چطور میفروشیم؟ با وسیله شلیخ، فرستاده. کی فرستاده هست؟ اون رابی که این خامتی میفروشه به وسیله روانوت یا به دین صدق، به تمام کسانی که این خامسا برمیدارن از روانوت میدن در روز چهاردهم خودش نیسان در صبح تا ساعت معینی میشه خامسا فروخت. بعد از این دیگه خامس قدغن میشه. اگر این خامس مون و نفروختی و این وجود که باطل کردی باید بندازی دور، فایده نداره. اینی که باید موظف ما تمام مغازهای بقالی که خامس تو هستن، آبجو، ویسکی دارن، تمام موادهایی که خیلی موادهایی است که تمام سال استفاده میشه ممکنه در داخلش خامس باشه، مثل تخلیف کافه، یه قهوه است میفروشن ممکنه در داخلش جو باشه و دیگر برنجا و سایر دیگر که برای پسخ آماده میکنیم. چند بار بازرسی کنیم، شاید گندم چیزی داخل این است.
بزرد شم موازه باشیم. وقتی آدم موازه باشه از لحاظ قوانین پیسخ در تمام سال حکش بخون نگهدارش است از گناهان. یراتون نیست که بزرد شم پیسخ کشه اسلامیق شبات شلوم و ببراه.